پرپر شدگی که قصه سکوت تو میخوای به تاریخ بگی. فریاد تو پنهون نکن ای خاک خاکستر نشین، خدای این خرافگی زندگی سوزونه. ببین بغض نکن بغض نکن ای میهن دل نگران، خروش تو گسیل کن سمت سکوت این جهان. ای سرزمین زخمی ای میهن رنج و بردگی، که قصه سکوت تو میخوای به تاریخ بگی. از فصل قتل عام آبان ماهه پرماغه و سین زنای نوجوون جون سپاره غم زن، از شهرهای لبا لبز گرسنه‌های در به در، از خبرانهای پر از جنازه های قزغن. بزن میهن من، میهن من حرف بزن، از صلح و از برابری حرف بزن میهن من. حرف بزن میهن من، حرف بزن میهن من، از فقر و از ستم به جانب جهان حرف بزن. قاضیای معرکه گیر، آسمونای روزخون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش. حرف بزن میهن من، میهن من، حرف بزن، حرف بزن. رونق شاهین کشی و رژه فوج کرکس، تبلیغ پرلو دادن و حراج قفل قفص، رو دیوار مدرسه ها شعار مرگ و جنگ و خون، تو سینما شمایله خوف و خراب و جنون. که قصه سکوت تو میخوای به آینده بگی. ای سرزمین زخمی ای میهن رنج و بردگی، که قصه سکوت تو میخوای به آینده بگی. ای سرکاه زخمی ای چه قصه
اصلا به هیچ وجه، به هیچ وجه ما هیچ قومیتی نداریم. هر کسی به هر نحوی این رو میخواد قومیتی کنه، با تمام وجودم میگم اشتباه 100%. به هیچ وجه خانواده ما، خانواده ایران، به هیچ وجه اینطوری نیست. به هیچ وجه کاملا غلطه. ایران یک پارچه است. ما با هم این ندا رو سر میدیم. ما هممون انسانیم. اون کسی که بندر عباس میشینه، کسی که آذربایجانه، کسی که لرستانه، کسی که تهرانه، ما همه رو مثل خودمون داغ دیده میبینیم. کاری که تهران برای ما کرد، کاری که آذربایجان برای ما کرد، کاری که هرمزگان کرد، عراق کرد، هر کجای ایران برای ما کرد، اصفهان و شیراز کردن. ما یک مردم یک پارچه ایم. به هیچ وجه، به هیچ وجه ما موافق این که ما کرد هستیم و جدا هستیم از مردم ایران. من شخصا و خانواده من نیستن. همه افراد با شعور ایران خانواده منه. ما به هیچ وجه طرفدار همچین ادبیاتی نیستیم. ما تابع ادبیات فردوسی و مولوی و سعدی و حافظ و تمام مشاهیر کرد و فارس و عرب و عجم هستیم. ما با هم با ادبیاتی که مشترک داریم و من الان دارم باهاش حرف میزنم و اگر ترک بودم با این زبان حرف میزدم. زبان فقط یک حلقه اتصاله. ما دلمون پیش همه. ما در یک خاک زندگی میکنیم و خاکمون برامون مقدسه. از بزرگ و کوچک خانواده ما به این اعتراف میکنیم که ما یک خانواده ایم. همه مردم ایران با هر زبانی، با هر عقایدی، ما یکی هستیم. زبانمون یکی هست و ما فکر میکنیم مهسا بیشتر از این که مال ما باشه، مال مردم ایران. دارم میبرنش یه دقیقه. من چی شد؟ به من دست نمیزنی. من واسه روسری اینجا باید دارم حجابم کامله. فقط به خاطر اینکه بحثا رو ما آقا موهامون رو فقط برداشتیم. بچه های
کرده درختی که میخوشه از ریشه درد زنایی که محکومه آزمارم. تا آخرین نفس، تا آخرین نفس کوشیم و بشکنیم دیوار این قفس، از دامن خلیج تا سینه کبیر تا ساحل ارس. فرجام ننگ و روز جنگ و جنگ زندگیست، آغاز افتخار پایان بندگیست، پایان این شکنج و رنج و سرفکندگیست، پایان این شکنج و رنج و سرفکندگیست. جوشیم و سر نهیم و جا نهیم و بارهیم با پشت کار خیش بی انتظار کس، تا آخرین نفر، تا آخرین نفس، تا آخرین نفر، تا آخرین نفس. جوشیم و بشکنیم دیوار این قفس، هم دوش و هم انان و هم شعار و هم نفس، هم شعار و هم نفس، تا آخرین نفس، تا آخرین نفس، تا آخرین نفس، تا آخرین نفس.
آن دست که نفس بی گناهی را کشت، انگار تمام مردمان را کشته، پنداشت که با چراندن خفاشان خورشیدک مان و آسمان را کشته، خونی که روان شده است بلاله گوش، می جوشد هنوز و غرقشان خواهد کرد، پژواک غریب نام یک دختر کرد، ظلمی که نهفتند عیان خواهد کرد، این پرچم آغشته به شب گیسویش، از سایه خرچنگ تو پس می گیریم، ای ملغمه دروغ، ای ترسیده، ما این وطن از چنگ تو پس می گیریم. تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد و عشق من تو را به درود خواهد گفت. نگاهت تلخ و فرسوده است، دلت را خار خار ناامیدی سخت آزرده است، غم این نابسامانی همه توش و توانت را زتن برده است. تو با خون عرق این جنگل پژمرده را رنگ و رمق دادی، تو با دست تویی با آن همه طوفان بنیانکن در افتادی، تو را کوچیدن از این خاک دل برکندن از جان است، تو را با برگ برگ این چمن پیوند پنهان است، تو را این ابر ظلمت گستر بی رحم بی باران، تو را این خوش سالی های پی در پی، تو را نیمه ره برگشتن یاران، تو را تزویر غمخاران ز پا افکند، تو را هنگامه شوم شغالان بانگ بی تعدیل زاغان در ستو آورد، تو با پیشانی پاک نجیب خیش که از آن سوی گندمزار طلوع با شکوهش خوشتر از صد تاج خورشید است، تو با آن گونه های سوخته در آفتاب دشت، تو با آن چهره افروخته از آتش غیرت که در چشمان من بالاتر از صد جام جمشید است، تو با چشمان غمباری که روزی چشمه جوشان شادی بود و اینک حسرت و افسوس بر آن سایه افکنده است، خواهی رفت و عشق من تو را بدرود خواهد گفت. من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم، من اینجا تا نفس باقی است میمانم، من از اینجا چه میخواهم نمیدانم، امید روشنایی گرچه در این تیرگی ها نیست، من اینجا باز در این دشت خشک تشنه میرانم، من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست توهی گل برمی افشانم، من اینجا روزی آخر از ستیق کو چون خورشید سرود فتح میخوانم و میدانم تو روزی باز خواهی گشت. فردا من مخالف حجابم دیگه رو سری نمیخوام، گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم دیگه رو سری نمیخوام، دیگه رو سری نمیخوام. از موی
منو از چیزی نترسون، اون بهشتی که مسیرش زوره و ترسه و اجبار، یه توهم پلیده از یه اندیشه بیمار. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم، دیگه رو سری نمیخوام، منو از چیزی نترسون، من همینم که همینم، تو دیگه تموم کارت، دارم اون روزو میبینم. عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کنی. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای
چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی. شیراز، سوم مه.
کتاب دادن، هر چقدر این برون برون نگاه کردم دیدم که این عکس توش اضافه است. هشتگ مهسا امینی، هشتگ حدیث نجفی، ما دختران ایرانیم، سرکوبگر نمیشن. هر دو موضوع برجام و مسئله حقوق بشر در ایران همسوی منافع ملی ما قرار دارد. رئیس جمهور جو بایدن هم متعهد است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نرسد. برجام یک راه حل دیپلماتیک برای رسیدن به این هدف است. اما حقوق بشر هم در کانون سیاست خارجی ما قرار دارد. حتی در روزهای اخیر که بحث ایران شد، ما اعضای پلیس موسوم به اخلاقی را در ایران تحریم کردیم. ما از حق جهان شمول بشری مردم ایران حمایت می‌کنیم و از همه جهان تقاضا می‌کنیم که چنین کنند. داشتن حق اعتراض مسالمت‌آمیز یک حق بشری جهان شمول است.
support Iranian women. We support you. Israel love you. The women of Israel will always stand with you. We will always remember you, Mahsa. We will never forget you. We will never forget you. Every woman deserves to be free. You are in our hearts. شنبه تو اردشی کرد برای توی کوچه رخصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درختای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای بهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی برای قرصای اعصاب و بیخوابی برای مرد
میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی. برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی. We at the UN Human Rights Office are very concerned by the continued violent response by security forces to protests in Iran, as well as communications restrictions affecting landline and mobile usage, the internet and social media platforms. Thousands have joined anti-government demonstrations throughout the country over the past 11 days. Security forces have responded at times with live ammunition. Many Iranians have been killed, injured, and detained during the protests, which erupted following the death in custody of 22-year-old Mahsa Amini, who was arrested on the 13th of September for allegedly not wearing a hijab in full compliance with Iran's mandatory requirements for how women must dress. We are extremely concerned by comments by some leaders vilifying protesters and by the apparent unnecessary and disproportionate use of force against protesters. Firearms must never be used simply to disperse an assembly. In the context of assemblies, they should only be used in case of an imminent threat to life or of serious injury. We call on the Iranian authorities to ensure the rights to due process and to release all those who have been arbitrarily deprived of their liberty. We're concerned that the disruption to communication services has serious effects on people's ability to exchange information, to carry out economic activities, and to access public services. This undermines numerous human rights, notably the right to freedom of expression. We call on the authorities to fully restore internet access. یاد خشم من و تو مثل یک سیلابه، با هم و با هم ایستاده بر جا، تاریکی میشه دور از ما، خورشید خونی میتابه بر ما، We'll be right back.